ممنونم از اتا. آقا به تیزه زمت جبران کنم. ممنون. راستی های فانی تو قولنامه چیشون پیداش نکردی؟ آخ آخ. نه متاسفانه. همه جارم زیر رو کردم ولی پیداش نکردم. حالا اگه پیداش کنم حتما برای تو میفرستم. چرا بفرستم؟ پاره میکنم میریزم دور دیگه. خیالت راحت بشه. از شما درد نکنه با اجازت. قربونت برم. بفرمایید. دست درد نکنه. شرمنده کردی. خیلی داری تون میریا؟ داشتم میمدم حال مامانم خوب خوب بودا. الو کجایی؟ به تو چه؟ میخوام چکتو بفرستم. بذار همجا باش خودم میام میگیرم. تو دیگه تا آخر عمرت پا تو اینجا نمیذاری. الان میخوام بدم پیک برات بیاره. من الان خونه نیستم، فردا بفرست. خوب گوشتو واکن ببین چی دارم بهت میگم. از این لحظه به بعد نه من سحر بزرگ میر میشناسم نه تو فرهاد فانی. یه وقت گول اون رفیقتو نخوری دوباره حواس تیغ زدن من بخوره به سرت، چون دفعه دیگه منم میشم یه آدم دیگه. فانی بود؟ آره. چیو گفتی فردا برات بفرسته؟ چک. برای چی؟ برای اینکه اگه بخوای مامان تو ببری بیمارستان باز باشم. اگه لازم باشه خودم میبرمش. من اون تو رو دم یه آژانس پیادت میکنم. برگرد برو خونه بهش زنگ بزن بگو چکو برات بفرسته. چه فرق میکنه الان که بانک ها تعطیلن؟ اون فردا میفرسته دیگه. خانم فردا این پاکت رو بفرستیم به این آدرس. پیکش کنی. چشم. کارگشایان ایران فردا بفرمایید. سلام خانم جلیلی. سلام شایسته خانم، خوبید؟ ممنون، آقای فانی هستم؟ بله، گوشی حضورتون. بله خانم. ببخشید آقای فانی، شایسته خانم پشت خط هستن. بسش. بله. سلام خانم. سلام، پس چون نفرستادی بیام وسایل رو جمع کنن. آخ 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 آخ، یادم رفت بگم. امروز زنگ زدم موسی احمد گفت نمیتونه بیاد. رفته سر یه کار دیگه، تا دو هفته دیگه نمیتونه بیاد خونه ما رو نقاشی کنه. منم شاکی شدم، گفتم اصلا نمیخواد بیاد، منتفیه. ایشون که الان اینجاست. اونجاست؟ واسه چی؟ میگه اومده وسیله هاشو بذاره کارو شروع کنه. بده گوشی رو بهش، من بهش بگم نمیخواد بره. حالا که اومده بذار فردا کارشو شروع کنه دیگه. ولش کن خانوم. اون آدم بدقول دروغگویه. اومده اونجا کار ما رو زخمی کنه، بره سر یه کار دیگه ما رو مجبور کنه دو هفته معطلش وایسیم. تو که گفتی آدم خوبیه. من گفتم اشتباه کردم. بده بهش من ردش کنم بره. باش. آقای فانی هستم. مامان. بله. سلام آقای مهندس. حسامت مگه تو نگفتی تا دو هفته دیگه نمیتونی بیای اونجا؟ یه گفتم دروغگو نشیم، با صاحبکارم صحبت کردم، صاحبکارم هم گفت اشکال نداره، منم اومدم دیگه. آقا من نمیخوام خونم رو رنگ کنم. چرا آقای مهندس؟ الان زابرا میشم، موقعیتشو ندارم. بعدشم بهت گفتم، دنبال بهونه بودم. میخواستم خانوما بفرستم با مادرش آشتی کنه. آشتی کردن؟ مستمد. الان اینجوری جلو خانوما حرف نزن. میفهمه همش نقشه بوده با من قهر میکنه. مستجون، شما وسایلت جمع کن.
به خانم من بگو آقاتون خیلی از دست من شاکیه، کارو بهم نداد. مهندس من نمیتونم دروغ بگم. خیلی خوب، گوشی رو قطع کن، خدافظی کن، برو بیرون. من خودم میام، خجالت در میام. باش، چشم. خدافظ. خانم خدافظ. خدا نگهدار. چیه؟ چرا اینجوری کنی؟ بچه مشکل میخوای برگردیم ها؟ خودتو لوس نکن، برس بریم تو، بریم. سلام. سلام. بفرم عزیزم. اینم نوتو اومده دستوس مام بزرگی. عزیزم اومده مادر بزرگ روی ماهش رو ببوسه، قربونش برم اللهی. سلام ماما جو، خوبی؟ سلام، خوبی؟ چرا نگفتی شام درست کنم؟ راستش پرستو اصرار داشت شما رو زودتر ببینه، واسه همین امروز پیدا کردم، ما راه افتادیم اومدیم اینجا. حالا زنگ می‌زنیم از بیرون غذا بیارم. نه خودم یه چیزی درست میکنم. ماما منو ببخشید، من اصلا قصد نداشتم ناراحتتون. تو کاری نکردی من ناراحت بشم. ماهای آخر حالم خیلی بد بود، با کوچکترین چیزی ناراحت میشدم، ولی اگه اذیتتون کردم باور کنین امری نبود. ببخشید. نه بابا چه اذیتی، خوش اومدی. بده ببینم اینو، برو بقلم اون بده ببینم اینو، قربونش برم الهی، دورش بگردم الهی، عزیزمی تو ماهی، قربونش برم. آقا بفرم. ممنون. حالا نبخشید. بفرم. بفرم. بسمونه. سلام کنم. سلام. تمنون کنم. بفرم. بفرمایید. من... بفرمایید. بشین. خواهش میکنم. بفرم شما. من مهدی فرهمند هستم، خدمت شما. بله. راستش به من گفتن که دخترم لیلا توی مدرسه درس میکنه. خانمی سراج در مورد شما با من صحبت کردن. پس حتما شما رو در جریان خواسته خانواده پدری لیلا قرار دادن. من خواهشم از شما اینه که یه ترتیب بدیم من بتونم زنمو رو ببینم. راستش من به خانم سراجم گفتم ما این اجازه رو نداریم آدرس دانش آموز رو در اختیار کسی قرار بدیم، ولی میتونم ترتیبی بدم که شما ایشون رو تو مدرسه ببینید. خیلی هم ممنون. باشه، منم اصراری نمی کنم که شما به مدرس بدیم. یه خواهش دیگه ازتون دارم، اگه ایشون به هر دلیلی نخواستن که شما لیلا رو ببینید، لطفاً اقدام به صحبت کردن با ایشون نکنید. قول میدی؟ نه متاسفانه. ببینید زنموی من میتونه راجع به خودش و زندگیش تصمیم بگیره، ولی درباره دخترم هم که همخونه خانواده پدریشه نه. پس هیچی دیگه. ببینید خانم فاطمی، من خدمت شما رسیدم که یه جوری کمکم کنم. من میدونم که خانواده عموی من یه سری مشکلات دارن، منم تصمیم دارم بهشون کمک کنم، اما نیومدم اینجا که شما یه سری خط و خطوط و مرز برای من مشخص بکنین. منم بیام یه چند کلمه حرف بزنم و بعد برم بگم خدا شکرت من وظیفه اخلاقی و دینی و شرعی خودم رو به جا آوردم و بعدش هم برم دنبال کار زندگیم. عرض کردم خدمتتون من میخوام به خانواده عموم کمک کنم، میخوام اونا رو برشون گردونم سمت خانواده. بدون اجازه مادر لیلا شما حق ندارید که اونو ملاقات کنید. خیلی خوب خانم فاطمه، شما لطف کنین همین حرفی رو که من خدمت شما عرض کردم و به زن عموم منتقل کنین، بقیش با من. خیلی خوب، شما شماره تلفنتون رو اینجا بذارید، من باهاتون تماس میگیرم. چشم، خودکارتون رو مقدر میکنم. من شماره موبایلمو می‌نویسم. سال‌ها طی شد و
سالها چه شد و جوانی رفت و پیری آمد. سلام. سلام عزیز دلم. سلام، خسته نباشین. بفرما. قربونتون برم. پرستو همین الان رفت اونور. خوب بزرگ. ببینم چونم برای کار جای پیدا کردی؟ هنوز که نبا بزرگ. ای بابا دخترک تو امروز هموم کردی؟ دست شما درد نکنه، ممنون. شما پاشو برو پیششون، مام همین الان میه. چشم. ببخشید. بله؟ سلام، از مدرسه فاطمیه تماس میگیرم خدمتتون آقای فرهمند. سلام علیکم، بفهمی؟ میتونید تشریف بیارید اینجا؟ ما با خانم قفاری قرار گذاشتیم. امروز؟ بله، ایشون امروز میان شما رو ببینن. لطفاً ساعت 4 بعد از تعطیل شدن مدرسه اینجا باشید. تو چشم حتما، چشم. ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار. چی شده؟ هیچی بابا، فقط امروز بودم خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. آقا من میرم. بس. ببخشید. دیگه دنیا مال ایناست. بله. بگو الان کی بهم زنگ زد؟ کی؟ مدیر مدرسه لیلا. نه بابا، به این زودی؟ آره، امروز ساعت 4 قرار گذاشته که زنم خصوصا بیاد اونجا من برم ببینمش. کاش تو هم با می اومدی. چرا؟ خب بعد از این همه سال روم نمیشه، خجالت میکشم، اصلا نمیدونم باید بهشون چی بگم. من دوست دارم باهات بیام، ولی فکر کنم خب حرفایی که میخواد بزنه جلو من درست نباشه. اصلا شاید منو ببینه چیزی نگه. دخترم سرمو نخوره؟ نه، حسابی لباس پوشیده، سرمو نمیخوره. ای جونه بابا. جونه. کلاس چطور بود؟ هی، بعد این عبدو جلسه پیش نبودی نه؟ نه، من جلسه پیش غیبت داشتم. ایبی نده، من جزواشو دارم. واقعا میتونی واسم بیاری؟ آره، امشب به میه زنگ بزن. ممنونم. حتما بزن بیار. نازی، آقای فرحمد. خب ولش کن، تو نگاش نکن. ببخش خانم اصلی یه لحظه ببخش. نازی گناه داره، قیافشو ببین. باش، خدافظ. سلام. سلام نازنین، ببخش میدونم از دستم ناراحتی، اما اگه میشه یه فرصت دیگه بهم بده، میتونی با هم یه ذره حرف بزنیم؟ بله. تو میدونی من در مورد تو چی فکر میکنم، ولی اصلا اون روز منظور منو بعد متوجه شدی. قبول، شما دست من ناراحتی، چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ خونمو نبودم، شارژرم با هم نبوده. دانشگاه هم اومدم ندیدمت. این چیه؟ این کادوی شیرنی وام. به این سیتو گرفتی؟ بله. همین چی از همین اولش افتاده تو بل خرج کردن؟ آره. نه خب دیدم یه ذره که دیگه به هر حال سهم خودمون از خرج کنی. بعد نازنین منم نمیدونستم برای چی بگیرم. میدونستم طلا و علا و این چیزا هم که دوست نداری.
گفتم برات اینو بگیرم. خب این چیه؟ ببینم. نه دیگه باید حدس بزنی. خب نمیدونم بگو چیه دیگه. نمیدونم باید حدس بزنی. ای گفتی. خب نمیدونم. بگو ازش. آره. نازنین میدونم توی مدت خیلی اذیتت کردم. باور کن همه هدفم خوشحال کردن توه. تو زندگیم هر کاری میکنم تا تو همیشه خوشحال بشی. مهران این چیه رفتی خریدی؟ برو پسش بده. چرا؟ اون مهره خیلی گرونه، برو پسش بده، من نمیخوام اینو. باشه فده سره، اصلا اینو که مهم نیست. بذار اوزا اون رو براشه، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. دنیا رو برات میخرم. کلن قید دانشگاه رو زدی دیگه نه؟ تو واقعا دوست داری من 3-4 سال از بهترین ساله عمرمو بذارم از کاری که دوست ندارم؟ موقع پاداره دیگه نه؟ ببین اگه مشکل تو باباته، من باش صحبت میکنم. الان برای من رضایت تو شرطه، باور کن. نازنی، اگه برات اینقدر مهمه که من مدرک بگیرم، باش. وقتی کارم افتاد رو غلطک، میرم درس بخونم، مدرکم هم میگیرم. اصلا مشکل من مدرک گرفتن تو نیست که. برای چیه؟ اصلا دوست ندارم اینقدر برخلاف میل بابام رفتار کنم. مطمئن باش وقتی بابات ببینه دامادش یه آدم زبر و زرنگ و حواس جمع و حواسش به همه چی هست، دیگه اصلا اون موقع یه شرط کوچیکی مثل درس خوندن اصلا خودش خود به خود نادیده میگیره. من خودمو میشناسم دیگه، میدونم اگه بخوام درس بخونم واسه همین 2 سالی که مونده باید 4 سال درس بخونم، بعد مدرکی رو بگیرم که اصلا نمیدونم باید باش چیکار کنم، اصلا به دردم نمیخوره. تو رضایت بده من از همین الان بچسبم به کار، زندگی برات میسازم که اصلا دنیا بهت حسرت بخوره. خب بابا ما چیکارم کنی؟ خودت بهش میگی؟ آره نازنین میگم اصلا بابات با من تو ذهن تو درگیره، اون نکما بابات صحبت میکنم. من بابا دادا منطقی اونجوری که من دیدم اصلا بهش نمیخوره آدم غیر منطقی باشه. راضی کردنش هم کار سختی نیست. من مثل تو فکر نمیکنم. بابا مینا کوتاه نمیان، این موضوع براشون خیلی مهمه. برای من حرف هیچ که مهم نیست. برای من نظر خودت شرطه. اگه واقعا انقدر دوست داری من درس بخونم، اگه انقدر دوست داری من برم دانشگاه، باش. با اینکه برام سخته ولی میرم. پس من اصلا راجع به این موضوع بابام حرف نمیزنم، خودت باید حرف بزن. باشه خودم حرف میزنم. الو سلام سعید جان، خوبی؟ من با تماس میگیرم، الان جایی هم کار دارم. چی؟ یعنی چی؟ خب حتما اشتباه شده دیگه. نه شک نکن حتما اشتباه شده. چیزه خب برو ازشون بپرس اصلا واسه چی؟ خیلی خب شما اصلا نمیخواد بری، من خودم میرم ازشون میپرسم. باشه باشه من با شما تماس میگیرم خودم. خداحافظ خداحافظ. چی شده؟ هیچی هیچی بابا، یکی از بچه ها چکش برگشت خورده، باید برم ببینم چی شده. پس تو به بابام میگی دیگه نه؟ آره تو نمیخواد چیزی بگی، خودم بابا صحبت میکنم. من نمیدونم چرا توی هیروبی معماریان تلفنشو خاموش کرد. میام سعید نپرسیده واسه چه حسابو مسدود کردن؟ اما خودشم بعد جور ترسیدم. گفت اصلا اون داروبر پیدا نشه امکان داره بگیرن. بگیرن؟ واسه چی بگیرن؟ مگه شهر هرتو که بگیرن؟ نمیدونم شاید فهمیدن دیگه. چیو فهمیدن؟ اینکه وامو با آشنابازی و چه میدونم رابطه و اینجور چیزا گرفتیم. آخه از کجا فهمیدن؟ چه میدونم بابا. آقا اگه قرار بود بفهمن قبل از اینکه پولو بریزن تو حساب بفهمیدن. چرا حسابو بستن اینا؟ فهمیدن دیگه حتما دیگه. لابد مشکل اداری چیزی پیش اومده. مطمئن باش. نمیفهمم آخه چرا میشه. نگران نباش داداش. حل میشه دیگه. تو هم سر هر چیزی خودت می‌ریزی به هم. حلش می‌کنی. یکانیمو گرفته میخواد بزنه به جیبش بره. فکر می‌کنم خیلی زرنگه. این کارا چیه؟ واسه چی اینجوری میکنی؟ چقدر میترسی؟
کاری نکردیم که بترسیم. ای بابا هرچی هم گفتم میگذیم گرانه معماریان. اگه قبول نکنن چی؟ بابا ول کن سر جدت. هرکی تو اینطوری ببینه فکر میکنه آدم کشتیم. حرفای خودت یاد دفته کار سخته بونه و فلانه بسان. بفرمایید خواهش میکنم. جناب فرهمند. بله. این امضای شماست؟ نه. دقت کنید اینو دارم میگم. بله امضای من. سیاوش بهت میگم پاشو بریم الان شهر میشه برامون. بشیم با کجا بریم؟ هم شماره تلفنمون دارن هم آدرس خونمون. بفرمایید بشینید. مهدی هستی نه؟ بله. آخرین باری که دیدمش چه انقدر بود؟ حالت خوبه مهدی جان؟ مامان و بابات خوبه؟ الحمدلله. به مرحمت شما. قراره تا آخرش سرپا وایستیم. بفرمایید بفرمایید بشینید. بچه ها چه زود بزرگ میشن. بله ما چون تو مدرسه کار میکنیم ببینیم بچه ها چقدر زود بزرگ میشن و گرفتار. مومینیم تا شما راحت تر صحبت کنیم. مزاحمتون نمیشیم. با اجازه. بفهم. خوبی زنم؟ شکر بد نیستم. چطور شد یه دفعه یاد زنم مت افتادی؟ من که همیشه به یاد شما بودیم. فقط هیچ وقت فکرشو نمی کردم که عمت خوبه؟ خوبه ولی متاسفانه با بزرگ خیلی خوب نیست. چرا؟ من همین چند وقت پیش تو خیابون دیدمشون. حالشون خوب بود. اونا منو ندیدن. با هما خانم اومده بودن خرید. اما حاج آقا حالش خوب بود. به نظر نمی اومد که مشکلی داشته باشه. بله از لحاظ جسمی که الحمدلله خوبن ولی از لحاظ روحی خورده به هم ریختن. زنمو چرا شما انقدر از خانواده فاصله گرفتین؟ آقا مهدی قصهش طولانیه. خیلی عجیبه ما هممون خودمون رو مسلمون تصور میکنیم ولی هیچ کدوم از رفتارمون مسلمونی نیست. میدونم. من نمیخوام راجع به گذشته حرف بزنم. اصلا گذشته رو ولش کنیم. تو رو خدا الان پاشیم با من بیام بریم خونه. با وجود معلوم نیست تا کی بین ما باشه. انصاف نیست این آخری ها. حسرت دیدن شما به دلش بمونه. انشالله که حالا حالا ها باشن. زنم این که تعارفه. بفرمید. خیلی خوش آمدید. ممنون. زنمو تو رو خدا با من بیا بریم خونه. خونه منیریه. من خودم معلوم دارم اونجا زندگی میکنم. خدا اگه عمه اینا شما رو ببینن خیلی خوشحال میشن. شاید الان خوشحال بشن اما بعدش بیشتر از قبل لطمه میخورن. بذار همه چی همینطوری بمونه. الان هنوز
همون حمید و سوسنه خوشحال تو خاطرشونه. شما به فکر لیلا نیستی؟ اگه فکر اون نبودم شاید. من تمام این سالها به خاطر اینکه اون صدمه ای نخوره از همه فاصله گرفتم. این فاصله گرفتن نتیجه هم داشت. مهرنوش و مهران چطورن؟ زنم کمکم کنین. من نمیخوام با بزرگ این ساله آخر با ناراحتی زندگی بکنم. هر کاری کردم به خاطر این بوده که کسی گرفتار زندگی پر درد سر ما نشه. آقا مهدی تو از خیلی چیزا خبر نداری. خبر دارم. من از خیلی چیزا خبر دارم. اگه خبر داری پس باید بدونی که اومد و رفت ما با خانواده وضعیت رو بدتر میکنه. اگه میدونستم نیومدنم به اینجا مشکل رو حل میکنه نمیمدم. اما گفتم لیلا رو میبینی بهش میگی. راستش یکم ترسیدم. شما خیرتون راحت باشه. من هیچ وقت بدون اجازه شما با لیلا حرف نمیزنم. اگه شما رو هم نمیدیدم لیلا رو پیدا میکردم، تعقیبش میکردم، آدرس خونتون رو پیدا میکردم، ولی چون منو نمیشناخت باش حرف نمیزدم. زنم من دیگه نمیذارم شما تنها باشین، نمیذارم دور از خانواده باشین. من اومدم به شما عمو حمید کمک بکنم. من میدونم عمو حمید این روزا حمید دیگه خودش هم به خودش نمیتونه کمک کنه. چرا این حرفا میزنین؟ زنمو خیلی از آدم‌ها بودن که معتاد بودن ولی بعدش پشیمون شدن، برگشتن، الانم پاک پاکن، دارن زندگیشون رو میکنن. این که آدم‌ها رو تنها بذاریم کمکشون نکنیم که بدتره. یعنی بهشون گفتیم برو هر چقدر دلت میخواد از این کارا بکن. ما مقصریم. ما اصلا از اولم اشتباه کردیم. باید از همون اول با بزرگو در جریان میذاشتیم. من به عموت قول داده بودم که نگم. از اون گذشته نمیتونستم به حاج نعمت بگم. اونا در حق من جز خوبی کاری نکردن. اجازه نداشتم که با این موضوع ناراحتشون کنم. برنگم نیمونه گاز میرم به چی مشکوم شدن آخه؟ شاید چون رقم وام بالاست دارم مده به خشخاش بزنم. چه چرت و پرت میگی تو الان که پولو ریختم به حسابمون؟ باشه. چرا فرامد؟ اصل سند کجاست؟ خودتون پسش دادید. ما؟ معماری آقای معماریان از کارگزارای بانک گفتن دیگه نیازی به سند نیست. چطوری همچی چیزی ممکنه؟ سند باید تو رهن بانک باشه. سند شما اصلا دفتر خونه هم نرفته. سرپرستی بانک خودشون سند رو من پس دادم. من؟ بله بله من هستم. بفرمایید به ما تشریف بیارید. ببخشید کجا؟ دراست بانک. برای چی؟ بفرمایید اونجا براتون توضیح میده. بفرمایید شما. آقا شما هم بفرمایید. کی من؟ بله بفرمایید. من برای چی؟ آقا اصلا سند نام من نی؟ سند به نام ایشون نیست. ما میدونیم سند به نامی که. بفرمایید قربان اتفاقی افتاده؟
آقای مهران فرهمند؟ من هستم. شما درخواست وام داشتید؟ بله. خب اصل سند کجاست؟ خونه. قربان ببخشید اگه چیزی شده خب به منم بگین. چطور شما نمیدونید چی شده؟ والا به خدا نمیدونم. یعنی واقعا شما نمیدونید که دیگه سند به نام شما نیست؟ ما استعلام کردیم سند به نام آقای امیر شالچی میبودیه. خب آقا ما اصلا خیلی وقت درخواست وام کردیم قبل اینکه ملکو بفروشیم. ما ملکو تازه فروختیم. اصلا چند وقته؟ ما استعلام کردیم اخذ وام اصلا تو سند قید نشده. از طرفی امضای صاحب ملک چرا تو اسناد بانکی نیست؟ من از طرفشون وکیل شدم. با کدوم وکالت نامه؟ شفایی به من وکالت دادن که من کارهای بانکیشون رو انجام بدم. بعدم بدون اینکه وام توی سند قید بشه تصمیم گرفتن که ملکشون رو بفروشن، درسته؟ خب ببینید قرار شد ما به جای سند ملک به عنوان تضمین سفته بدیم. سفته به میزان 1.5 میلیارد وام. باشه. وکالتنامه‌ام که به نام مهدی فرهمند برادرم هستم. شماره تلفن برادرتون رو بنویسید. برای چی؟ وکالتنامه به نام برادرتونه. برای توضیح باید تشریف بیارن اینجا. خب اصلا برادر من از چیزی خبر نداره که. ظاهراً اینطوریه. اما ایشون باید توضیح بدن که سند و وکالتنامه شون چطوری رفته بانک. خب آخه وقتی از چیزی خبر نداره چی رو بیاد توضیح بده؟ آقای محترم، پس باید ایشون مطلع بشه. شما اقدام به گرفتن 1.5 میلیارد تومان وام کردید بدون اینکه بابت 1 ریالش بخوایم وثیقه بدیم. به نظر شما طبیعیه؟ ببخشید قربان وسط حرفتون، بانک همیشه انقدر حساسه؟ برای اون 3000 میلیارد هم انقدر حساسیت نشون دادید؟ برای اونم وثیقه گرفتید؟ ببینید آقای معماریان به ما گفتن که ما میتونیم به جای سند ملک 3 برابر مبلغ وام سفته بدیم. یعنی گفتن سرپرستی بانک قبول کرده که ما سفته بدیم، وگرنه خب ما اصلا ملک رو نمیفروختیم. آقای معماریان کیه؟ واسطه بانک. شما چطوری باهاش آشنا شدید؟ روزنامه. چند بار برای شما تا حالا وام گرفته؟ اولین باره به خدا. آدرس دفترش کجاست؟ ما آدرسی ازش نداریم، فقط یه شماره تلفن داریم. جالبه. شما ایشونو نمیشناختید و سند و وکالتنامه رو دادین دستش. ببخشید قربان، اگه کارش غیر قانونیه پس چرا توی روزنامه آگهی داره؟ سیاهش. یعنی چی؟ آقا اگه کارش خلافه چرا جلو آگهی‌های روزنامه گرفته نمیشه؟ ما هم جوونی و برای راه انداختن کارمون مثل خیلی های دیگه احتیاج به پول داشتیم. ایشون هم گفت میتونه برامون وام بگیره. مگه وام گرفتن غیر قانونیه؟ ما 10 بار اطلاعیه دادیم که به آگهی‌های روزنامه اعتماد نکنید. ما اطلاعیه شما رو ندیدیم، پس کارمون غیر قانونی نیست. جعل غیر قانونیه. آقا چه جعلی شد آخه؟ این امضای شماست؟ بله. مگه سند به نام شماست که قرار داده امضا میکنید؟ کارشناس بانک میگه این امضا جعل شده و امضای صاحب وکالتنامه آقای مهدی فرهمند نیست. آقا خب اون ملک در اختیار من و برادرم اون روز کار داشت رفت، خب من جاش امضا کردم. شما که گفتید که ایشون از گرفتن وام کاملا بی اطلاعه. زنگ بزن برادرت بیاد. من برادرم برای چی بیاد؟ خب اصلا از چیزی خبر من میخواستم وام بگیرم. اگه واقعا ایشون از موضوع خبر نداشته باشه خیانت در امانت هم به جرمتون اضافه میشه. شما فعلا 2 نفر بازداشتید.
بفهم. آقا بازداشت آخه خانواده من الان تو کلی گیر و گرفتاری و بدبختی هم به خدا بفهمم برامون خیلی بد میشه. آقای فرهمند، جرم شما سنگینه. جعل امضا، استفاده غیرقانونی از اسناد دولتی و کلاهبرداری از بانک. زنگ بزن برادرت بیاد. آخه یعنی چی؟